سلام دوستان خب تو این جلسه میخوایم در خصوص کوواریانس و کوریلیشن در دیتا آنالیز اکسل با هم صحبت بکنیم دیتا آنالیز اکسل توی تب دیتا توی اینجا باید دیده بشه اگر نمیبینینش باید بیاین توی فایل آپشنز توی قسمت ادینز اینجا گو رو بزنین این چک باکس ها رو اوکی okay کنین و اینجا دیگه باید تو تب دیتا دیتا آنالیز رو ببینیم خب فرض کنیم ما چند تا متغیر متفاوت داریم و مثلا اینجا حالا توی ستون مختلف داده های مربوط به هر متغیر رو چیدیم و قرار دادیم حالا اینجا مثلا سن رو داریم فشار خون رو داریم کلسترول رو داریم و میزان تپش قلب رو داریم و میخوایم ببینیم که آیا بین این داده ها ای وجود داره یا نداره و اگر رابطه ای وجود داره اون وقت میتونیم باش تحلیل های بیشتری بکنیم و پیش های مختلفی رو انجام بدیم حالا اینجا مثلا ما این متغیرها رو داریم که از این وبسایت اومدیم اونا رو گرفتیم میتونه توی مثلا کسب و کار شما و میزان فروش شما به متغیرهای دیگه بستگی داشته باشه که بخواین اون رو پیدا کنیم مثلا به سن افراد مثلا به میزان تحصیلات افراد میزان مثلا هر چیز دیگه ای مثلا میزان نرخ مصرف برق توی مناطق متفاوت حالا میخوایم مثلا ببینیم که آیا این میزان فروش شما با اون متغیرهایی که الان جمع وری کردین داده ها از جمع آوری کردین ارتباط دار یا نداره این میشه یه مثال دیگش خب تو اینجا حالا ما این متغیرها رو داریم میخوایم ببینیم که آیا ارتباط وجود داره یا نه یکی از این،, از این مواردی که میتونیم ارتباط رو متوجه بشیم استفاده از کوواریانس و یکی دیگه هم استفاده از ضریب همبستگی هستش کوواریانس یکی از شاخصهایی هستش که به ما نشون میده که مقدار در هم متغیرها با هم چقدر هست یعنی مثلا این متغیر سن و متغیر فشار خون چقدر با هم ارتباط دارن چقدر در هم تنیده هستن خب بیاین ببینیم کوواریانس رو چطوری میتونیم از دیتا آنالیز استفاده کنیم و به دست بیاریم ببینیم ما میتونیم از فرمول های اکسل استفاده کنیم و این کوواریانس رو حساب بکنیم اما ابزار دیتا آنالیز میتونه خیلی سریع این گزارش رو درست بکنه و بدون که بخوایم من فرمولی بنویسم این رو به من اطلاعاتش رو بده پس فقط کافیه بیاین توی دیتا آنالیز اینجا کوواریانس رو میبینین این رو اوکی کنین بعد میگه دادات رو به من بگو کافی این داده از اولش با کنترل شیفت راست برین تا آخر سوتون و کنترل شیفت پایین بیاین تا آخر داده هاتون بگیرین چون من تو اول داده هام نوشته وجود دارم سر ستون دارم لیبلز این فرست رو رو هم بزنی یعنی اینا لیبل های من هستن اینا داده نیستن اینو حتما باید بزنی اگر نوشته باشه اولش خب وقتی که این رو انتخاب کردیم دیگه کاری خاصه خاص دیگه نداریم فقط کافیه بگیم من میخوام گزارشمو کجا داشته باشم تو همین شیت یه رنج رو انتخاب میخوام بکنم و داشته باشم یا یه دونه اصلا اکسل جدید یا یه ورک بوک جدید مثلا من یه ورک بوک جدید با نام کو میذارم که همون کوواریانس هستش و بعد اوکی میکنم میبینیم یه جدول به من میده که این جدول در واقع یه ماتریس هستش که میاد دو به دو کوواریانس ها رو بس من حساب کرده و این ماتریس در واقع ماتریس پایین مثلثی است یعنی اینجا داده ها وجود داره تو مثلث پایینی داده وجود داره ولی تو مثلث بالایی خالی است چون یکسان میشه اعدادی که هم ارز هم هستن بخاطر خاطر این بالایاش رو خالی گذاشته خب ببینید در هم تنیدگی یا کوواریانس بین سن و سن یعنی دو یه متغیر با خودش برابر میشه با واریانس اون و واریانس اینا رو ما توی قطر این ماتریس داریم یعنی هر کدوم از اینا مثلا فشار و خون با خودش میده واریانسش رو واریانس این داده ها رو گرفته و اینجا مثلا اومده حساب کرد که فشار و خون با سن چقدر کوواریانس داره یا کلسترول با سن چقدر کوواریانس داره که به دو به دو این کوواریانس رو حساب کرد حالا هر چقدر این کوواریانس بیشتر باشه یا هر چقدر منفی باشه میدونیم در هم تنیدگی یا ارتباط بیشتر هستش مثلا اینجا 740 که به دست اومده نشون میده به من که از همه اینها در هم تنیدگی بیشتر هم از این هم از این هم از این این و این بزرگتر هستش و اینجا منفی 89 که به دست اومده نشون میده که در همتنیدگی منفی یعنی هر چقدر اون یکی بره بالاتر یکی میاد پایین تر هر چقدر یکی بیاد پایین تر اون یکی میره بالاتر بیشتر هستش این میشه کوواریانس حالا کوریلیشن یا ذریب همبستگی چی هستش ببینین کوریلیشن در واقع همین کوواریانسی که اینجا حساب کردم هستش تقسیم بر رادیکال واریانس کلسترول که اینجا داریمش ضرب در واریانس مثلا سال پس میشه این مقدار تقسیم بر این دوتا مقدار حالا اگر من بخوام کوریلیشن سن با سن رو حساب بکنم یعنی در واقع همین رو باید تقسیم بر رادیکال واریانس این ضرب در واریانس این بکنم که میشه واریانس تقسیم بر رادیکال واریانس به توان دو که میشه یک خب بیایم اینو از طریق ابزار دیتا آنالیز حساب بکنیم کافی دیتا آنالیز رو بزنیم بعد از کووریانس کوریلیشن وجود داره که اوکی میکنیم دوباره رنجمون رو انتخاب میکنیم کنترل شیفت راست کنترل شیفت پایین میگیم اولش هم لیبل وجود داره و این رو میذارم مثلا کور خب اوکی میکنم یه تب جدید با من درست میکنه که کوریلیشن ها هستن و اینجا میبینیم که دیگه قطر ماتریس یک شده و پایین مسلسی هستش که اینا ضرایب به همبستگی من هستند و این ضریب همبستگی هر چقدر به یک یا منفی یک نزدیک تر باشه میگیم ذریب همبستگی بزرگتر هست و همبستگی بیشتر هستش از یک بیشتر نمیتونه باشه حد اکثرش که و صفر باشه هر چقدر به صفر نزدیک تر باشه میگیم همبستگی وجود نداره پس هر چقدر به یک نزدیک تر باشه میگیم همبستگی زیاد وجود داره هر چقدر به منفی یک نزدیک تر باشه میگیم همبستگی معکوس زیاد وجود داره و هر چقدر به صفر نزدیک تر باشه میگیم همبستگی کم هستش و وجود نداره این میشه در واقع نحوه به دست آوردن کوواریانس و به همبستگی که میتونه به ما کمک کنه که انتخاب بکنیم کدوم یکی از این متغیرها با هم رابطه های قوی دارن از طریق اونها بتونیم یه متغیر رو پیش بکنیم بر اساس متغیر دیگه‌ای ممنون از توجهی که داشتین تا جلسه بعد خدا نگهدار برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diako.com، کانال یوتیوب diako LTD و کانال تلگرام diako LTD مراجعه بکنید.